بسم الله الرحمن الرحیم خسته نباشید هم روز پنجشنبه است یک هفته تلاش کردید و کوشش کردید زبان روزه هستید خیلی خیلی سپاسگزارم که دقت میکنید توجه میکنید از مسئولین مدرسه هم خیلی سپاسگزار باید بشیم به خصوص شماها با تشکر کردن با قدردانی کردن از اونها خستگی اونها رو به در کنید بعضی از اوقات ما هم این مدرسه میبینیم که مثلا دبیرمون معلممون از هفت صبح تا هفت شب هشت شب بالا سرمونه گاهی اوقات حواسمون نیستش که یه خدا قوت گفتن به اونها یه تشکر کردن از اونها با اون مسئولیت فوق العاده سنگینی که رو دوش این بزرگواران هست چقدر میتونه خستگی رو از اونها به در بکنه که امیدوارم که این اخلاق حسنه در همه ماها شکل بگیره خونه میریم از پدر و مادرمون مادری که زحمت کشیده و الان به عشق اینکه شماها میخواین برین سر سفره افطار داره افطاری شما رو درست میکنه با زبان روزه انشالله قدردان همه اونها باشیم برای سلامتی خودتون یه صلوات بفرستیم اللهم صل علی محمد و آل محمد خب ما جلسه قبل من فقط خیلی سریع اسلاید ها رو رد میکنم چون میخوام از این استفاده بکنم که ما تو کشور خودمون تو سنین 12 سالگی گروه سنی 12 سال دو تا دندون 15 سال در به طور در هر میانگین تو دانش آموزا نگاه کنید سه تا دندون بعد از اینجا که دیگه به بزرگسالی 35 تا 44 سال تقریبا 4 تا دندون و تو 65 تا 74 نزدیک 26 تا دندون خراب داریم باز اینم مبحث امروزمونه در مردا به سن ازدواج بالای 35 سال رسیده تو دخترها بالای 30 سال که خیلی عدد بالایی هستش و باز اینکه 23.6% افراد بالای 15 سال دچار نوع اختلال روان هستن از این 23% که گفتیم خیلی عدد بالایی هست 60%ش افسردگی بود دانش آموزان رو آسیب پذیرترین قشرهای جامعه دونسته که در معرض آسیب‌های اجتماعی روانی جسمی قرار دارن آسیب‌های اجتماعی رو گفتیم روانی رو من یه مثال‌هایی براتون زدم خاطرتون هست و گفته بود که بیشتر این آسیب‌ها هم ناشی از عدم اطلاعه اینو از این بابت گفته که ما اگر دانش آموزای خودمون رو نوجوانا و جوانای خودمون رو هوشیار بکنیم جلوی خیلی از بیماری‌ها و خیلی از این آسیب‌ها گرفته میشه راجع به بهداشت فردی که ما بیایم با بچه‌هامون صحبت بکنیم بهداشت جسمیشون رو بهداشت روحی و روانی رو بگیم مشکلات چی هست و اونها اون آیتم هایی رو که در خودشون میبینن اگر احساس کردن که اون آیتم ها میتونه مشکل زا بشه لااقل غربالگری صورت بگیره و به پزشک مراجعه کنن و یا به روانپزشک مراجعه کنن بهداشت فردی شامل مراقبت از اعضا و جوارح بود چشم و گوش و پوست و مو رو ما صحبت کردیم امروز راجع به خواب و دهان و دندان و اینها میخوایم صحبت بکنیم بهداشت فردی در تو با تغذیه افزایش وزن اینکه باید غذاهای متنوع بخوریم اون سه تا اصل رو که در جلسه دوم با هم دیگه داشتیم یادمون باشه ورزش کردن و خواب و استراحت همه اینا جزو موارد بهداشت فردی بود راجع به بهداشت چشم گفتیم یه حساس ترین عضو بدن ما بود اگه دور میگرفتیم نزدیک میگرفتیم اینا رو حواسمون باید باشه و اومدیم گفتیم این تعریف تو امتحان نهاییمون چند بار سوال بود که حدت بینایی رو تعریف کنید حدت بینایی یا دید مطلوب میزان سلامت چشم ها و سطح توانایی حس بینایی رو نشون میده عیوب انکساری به علت بروز تغییراتی در ساختار کره چشم میتونه به این حدت بینایی صدمه بزنه عیوب انکساری نزدیک بین دوربین آستیگماتیسم و پیرچشمی رو با هم دیگه صحبت کردیم گفتیم توی افراد نزدیک بین کره چشم نزدیک بینا کره چشمشون بزرگتر از حد طبیعیه اشیاء نزدیک رو خوب میبینن اصلا با عنوانی که روش گذاشتیم مشخص هستش هر چقدر که بزرگتر میشیم امکان داره نزدیک بینی تشدید پیدا کنه توی دوربینی اشیاء دور رو واضح و اشیاء نزدیک رو تار میبینیم اینا که دور هستن هرچی دورتر اجسام میشن از که تو حافظتون بمونه با اون کره چشم کوچیکتر میشه کره چشم تو اینا معمولا کوچیکتره تو آستیگمات ها ایناست که ما خطوط موازی رو که داریم نگاه میکنیم نمیتونیم انگار این خطوط موازی توی هم میرن معلم که داره نوشته ها رو پای تابلو مینویسه ما وقتی نگاه میکنیم چشممون خسته میشه و تو به خصوص تو نگاه کردن به اون خطوط موازی هم دید دور و هم دید نزدیک متاثر میشه امکان داره هم آستیگماتیس باشیم هم دو تا بیماری و تو پیرچشمی هم گفتیم به دلیل سخت شدن پوسته عدسی چشم از سن میانسالی ما
دچار پیرچشمی میشیم به طور معمول، که عینک های مختلفی رو باید استفاده کنیم که میگذاریم دقیقه یه چیزی تو چشممون رفت یادمون باشه، اگه ذرات گرد و غبار رفت قبل از اینکه تو اون محیط های ذرات گرد و غبار بخوایم بریم، بخوایم با فرز کار بکنیم، بخوایم تا جای مثلا بریم که بخوایم جارو بزنیم حیاط و اینها، تو وقتی با گرد و غبار هست از عینک محافظ استفاده کنیم، چشمون رو با آب جوشونده سرد بشوریم، اگه با مواد شیمیایی آغشته شد با آب فرابون بشوریم، به پزشک مراجعه کنیم، از عینک محافظ استفاده کنیم. اگه یه جسم خارجی هم توی چشممون رفت حتما سعی بریم باشه که فرد رو به پشت بخوابونیم، گاز سیلی رو چشمش بذاریم، گاز سیلی بعد روی اون یه محافظ چشمی قرار بدیم، بهتره هر دو چشم رو ببندیم. گفتیم هیچ وقت اون جسم خارجی که وارد چشم شده رو خارج نمی‌کنیم، ولی بستن هر دو تا چشم توصیه شده بود. تو برق زدگی هم گفتیم شستشو باز خیلی مهم بود، تو اسکی هم توضیحاتی رو دادیم، شستشو چشم، خوش کردن چشم، سعی کنیم چشم اون رو 8 تا 12 ساعت ببندیم و به اگر درد داشتیم به پزشک مراجعه کنیم، به چشم پزشک. راجع به خشکی چشم هم صحبت کردیم، گفتیم 3-4% افراد مبتلا میشن، اونایی که به خصوص با مانیتور سر و کله میزنن، خود شماها که کلاس‌های مجازی دارید و علائمش خستگی و علائمی که با این تو این بیماری ما میبینیم، خشکی، خستگی، ریزش اشک، تاری دید و گاهی هم همراه با درد. معمولا شما که پشت مانیتور میشینین گفتیم با چه اقداماتی انجام بدین، یادتون هر 20 دقیقه 20 ثانیه 6 متری رو نگاه کنید، فاصله مانیتور با چشمتون 50 تا 60 سانتی متر باشه و صفحه مانیتور هم 10 تا 20 سانتی متر پایین‌تر از چشمتون قرار گرفته باشه، اون نور کامپیوتر رو هم منظم بکنید. ورزش کردن، ورزش‌های گردن، همینجوری که دارین مطالعه می‌کنید روزی 5-6 بار این کار رو بکنید، دستتون رو به سر خودتون میارید، فشار میدید از این طرف، از این طرف و از پشت، خیلی به درد گردن، به ستون فقرات شما کمک میکنه، جزو بهترین ورزش ها هستش. چیزی نبود، من دیدم تو رفتی در گلهای فرش خیرش. خب این همون قطره ها و فلان بود، من دیگه بگذارم. بهداشت گوش رو گفتیم، گفتیم یه گوش خارجی داشتیم، یه گوش میانی داشتیم، یه گوش داخلی داشتیم. این گوش داخلی ببینید چقدر قشنگه، مجاری نیم دایره و مجاری تعادل رو داریم توش میبینیم، یه آبی توی این داره حرکت میکنه، آندولنف و پریلنف، که اونا باعث میشه تعادل ما رو حفظ بکنیم. یه استخوانی هم اینجا داشتیم که استخوانچه بود که مربوط به گوش میانی بود، این پرده گوش بود، صداها رو منتقل میکرد به این و انتقال پیدا میکرد و از طریق سیستم عصبی ماها صدا رو متوجه میشدیم. اینم پرده گوش ماست، این پرده که اینجاست، اینجا برای ما کشیده، گاهی اوقات یه پارگی توی این ایجاد میشه، اگر مثلا محکم سیلی توی گوش بخوره یا تو استخ شیرجه خیلی شدید بزنیم امکان داره پرده گوش پاره بشه، یا اینکه عفونت بکنه، میتونه باز عفونت پشت گوش تجمع پیدا کنه، میتونه پرده گوش رو پاره بکنه و ما در شنوایی خودمون دچار مشکل بشیم. وظایفش هم این بود که امواج صوتی، حفظ تعادل، ارتباط با دیگران، خب گوش داخلی ارگان حس شنوایی و تعادل رو شامل میشه، اون ساختار حلزونی شکلش که توضیح دادیم، اینجا این حلزونی شکل رو که مجاری نیم دایره شکل که در ایجاد تعادل نقش دارن. مراقبت از گوشم گفتیم، آلودگی های صوتی رو، کم شنوایی، وزوز گوش، استرس، خستگی و تحریک پذیری، که اینا همیشه در وقتی در معرض صدای زیاد هستیم اتفاق میفته، بعضی وقتا به صورت ژنتیکی هستش و یا مادرزادی، بعضی وقتا اکتسابی، اون که هدفون رو به طولانی مدت استفاده بکنیم که باز عدداش یادمون هستش، که میتونه به اون سلولای مویشک صدمه بزنش. یادمون باشه قانون اول، این باز تو امتحانتون بچه ها اومده، فکر کنم یک یا دو بار اومده موقعی که امتحان نهایی را اگه توفیق شد با هم حل کنیم، قانون اول نصف میزان حد اکثر صدای اون دستگاهمون باشه، قانون دوم 60% برای 60 دقیقه. اگر دیدیم که میخواییم این از 60% بردیم بالاتر، پس باید این 60 دقیقه رو کمش بکنیم. نشانه های اولیه رو هم گفتیم، اینکه ما هیچ صدای تلویزیون رو زیاد کنیم، تو شلوغی نتونیم صدا رو تشخیص بدیم، تو صحبت کردن تو اماکن شلوغ دچار مشکل بشیم و ناتوانی در شنیدن صداهای بلند مثل گریه بچه یا صدای زنگ تلفن.
راجع به پوست صحبت کردیم، گفتیم مهمترین عضو بدن ما بود و بزرگترین مهمترین نه بزرگترین عضو بدن ما بود، دفع سموم و مواد رو چون داد حس ما در اون بود، و صحبت کردیم که چون غدد چربی و در دوران نوجوانی و جوانی خیلی در پوست ما چربتر میشه، پس ما امکان داره بوی بیشتری بدنمون بگیره و بهداشت اون میتونست خیلی مفید باشه. از جمله چیزایی که گفتیم راجع به آکنه بود که ما تو با توجه به اینکه هورمون ها تو بدنمون در دوران نوجوانی خیلی دارن ترشحشون خیلی زیاد شده، اینها غدد چربی رو تحریک میکنن و لذا چربی بیشتری در سطح پوست تولید میشه و زمینه ساز آکنه میشه. در دوران بلوغ و نوجوانی خیلی شایع، هر چی بزرگتر میشیم این آکنه میزانش میاد پایین‌تر. گفتیم هیچ وقت دستکاری و تحریکش نباید بکنیم، با افزایش سن از بین میره. استرس، دارو، قاعدگی، نور خورشید، تحریک و دستکاری باعث تشدیدش میشه. پس اگر ایامی که امتحان داریم، کنکور داریم، امکان داره اینها بر روی پوست ما بیشتر بشه. اینا ممکنه سن و جوش باشن، معمولی سرسفید و سرسیاه. اون اشعه ماورای بنفش یه نوع A داشت و یه نوع B داشت. نوع A پرتوهای مضرش. این دو نوع رو حتما برای امتحان بلد باشین. آلودگی هوا و نور خورشید مهمترین عوامل محیطی آسیب رسان به پوست هستن. خانوما، خواهراتون، مادرانتون همیشه از فیس واش استفاده میکنن، صورت خودشون رو مرتب میشورن با فیس واش. برای چی؟ برای اینکه اونها پوست، و معمولا هم خانوما پوست سالمتری دارن، اونها پوستشون رو مراقبت‌های بیشتری میکنن. ماها هم لازم هست این کارو بکنیم، به خصوص شما که در ابتدای دوران نوجوانی یا جوانی خودتون هستید. شستشوی صورت با فیس واش میتونه خیلی کمک کننده باشه براتون، اگرم نه با آب و صابون، صابون‌های ملایم، البته نه صابون روشویی که گفتم، با صابون‌هایی که مربوط به بچه‌ها هست، یا صابون گلیسرینه خیلی خوبه برای شستشوی صورت هاتون. و سعی کنید که این گرد و غباری که روی صورتتون نشسته، تو مترو بودین، رفتین مرکز شهر، گاهی اوقات وقتی دستمال کاغذی رو به آب بزنید و روی پیشونیتون بکشید، می‌بینید که یه لایه جرم روی دستمال کاغذی، روزایی که خیلی توی سطح شهر بودین میشینه. پس این لازم هستش که ما این چربی‌ها و این گرد و غبار اضافه رو روی پوست خودمون برداریم. گفتیم اینی که آبود نفوذ به لایه‌های زیرین پوست می‌کنه، آسیب غیر مستقیم به دی ان ای می‌زنه، پیری زودرس و چروک، لکه‌های پوستی، این مربوط به اولتراویوله آ هستش. نوع بیش بیشتر رو لایه‌های روی پوست هستش. آسیب ولی بعدیش اینه که آسیب مستقیم به دی ان ای می‌زنه. وقتی به دی ان ای صدمه زد، ما رو احتمالاً در معرض خطرات بیشتری قرار میده، آفتاب سوختگی و التهاب هم. خب اینا هم که کلاه و اینا رو با هم دیگه توضیح دادیم، سرطان پوست رو هم گفته بودیم، بوی نامطبوع رو گفتیم، استحمام کردن رو، اهمیتش رو، اینکه خوش کردن پاها پس از شستشو. هر چقدر بچه‌ها پاهای ما یا کفش‌های کتونی ما به خاطر عرق کردن خیس باقی بمونه، احتمال رشد قارچ‌ها و میکروب‌ها در اون بیشتر میشه. خب موهامون، این اسلایدی بود که ما دیگه خیلی سریع ازش گذشتیم، شستشوی مو و پیرایش اون. موهای سر ما هر ماه 1.5 سانتی متر رشد میکنه که بر حسب فصل، جنسیت، میزان بلندی موهای فرد متغیره. موهای سرمون از جمجمه ما حفاظت میکنه، موهای ابرومون از چشممون، مژه‌هامون مثل یه سایبانی از چش در برابر آفتاب مراقبت میکنه چشم رو. رنگ کردن موها ممکنه باعث شکنندگی یا آسیب موها بشه. اون خانمایی که مرتب موهاشون رو رنگ میکنن مجبورن از نرم کننده های مو استفاده کنن. در کل رنگ کردن مو اصلا به صلاح خانم ها نیست و ما به اونا توصیه میکنیم اگر هم میخواین رنگ مو استفاده کنید، رنگ موهای استاندارد شده و کارخونه های معتبر استفاده کنید که اونها معمولا خیلی هم رقم بالاتری رو داره. گفتیم موهاتون اگر مرطوب هست به آرامی شونه کنید، سشوار رو عذاب ندید خودتون رو، با بالاخره روی درجه خیلی داغش نذارید که سشوار داغ باعث خشکی، شکنندگی و دوشاخه شدن موها میشه. حذف موهای زائد رو هم که گفتیم خیلی مهم هستش برای اینکه پوست ما بتونه تنفس کنه. در بعضی از وقتی شما خارج از کشور میرین، بعضی از خیلی از کشورها مسلمان‌ها رو به این می‌شناسن، میگن موهای مثلا بدن خودشون رو، به خصوص موهای ناحیه شرمگاهی خودشون رو مثلا شیو می‌کنن. اونها این کار رو نمی‌کنن، موهای خودشون رو رها می‌کنن و میگن این مثلا نشون دهنده مردانگی ما است. ولی جایی هستش که خیلی فرد رو در معرض عفونت‌ها قرار میده
بوی نامطبوعی که در ناحیه دستگاه تناسلی اتفاق میفته. با توجه به اینکه تویلت ترنینگ ما به بچه‌های خودمون از مثلا بعد از 2 سالگی آموزش توالت رفتن رو میدیم، ما جزء ماهایی که با شستشوی با آب خودمون رو میدیم جزء تمیزترین کسانی هستیم که شما مسافرت دارید میبینید. یعنی از بغل بعضی از قومیت‌ها که رد میشید، توهین به قومیت‌ها نمیخوایم بکنیم، جزء آداب و فرهنگ بعضی از قومیت‌ها هستش که خیلی راحت مثلا هر جایی که ببینن اجابت مزاج میکنن. اصلا بدن اونها یه بوی خاصی رو میده، تا مایی که مرتب خودمون رو با آب میشوریم و خودمون رو نظیف‌تر نگه میداریم، شیو میکنیم بدن خودمون رو. الان که تو درس‌های بعدی بریم راجع به ازدواج صحبت میکنیم، میبینیم که چقدر همین مسائل و عدم رعایت این مسائل روی ازدواج‌ها تأثیر نامطلوبی میذاره. و شاید همسر ما هم هیچ وقت روش نشه به من بگه که مثلا من وقتی بغل تو میام دهنت اینقدر بو میده، واقعا نمیگن. من خودم که مثلا بچهای فارغ التحصیل اون ازدواج کردن، سالیان سال به من مراجعه میکنن، مشکلاتی که پیدا میکنن، وقتی آدم میره توی کنهش نگاه میکنه یه چیزای خیلی ساده ای باعث مشکلات شده که هی روی هم دیگه میگن. اصلا راه که میرسه تو همین کووید 19 یا بنده خدایی که به من مراجعه داشتن، خودش و خانومش بعد که من جداگانه صحبت میکردم میگه ببین از راه اون این اوائل کووید که خیلی هم ترس و واهمه زیاد بود، میگم این اصلا وقت راه میاد انگار نگار نه دستی میشوره نه هیچی، با زور من یه الکل میزنم و مثلا با همون بدن چیز خودش میاد و میخواد به من همش احساس کنه آیه کناری باشم، این تو رخت خواب بیاد، بچه من مریض میشه، خودم مریض میشم. در صورت رعایت کردن اون مسائل بهداشتی خیلی میتونه مهم باشه. افرادی که موی چرب دارن، موی سر خودشون رو محکم اگه ماساژ بدن باعث تحریک غدد چربی میشه و موهای و چربی پوستشون میشه. خب از اینجا باید ما درس خودمون رو شروع بکنیم. خواب خیلی خیلی بچه‌ها میتونه برای شما، به خصوص شما که سال 12 هستین، میتونه خیلی برای شماها مفید باشه میزان کافی خواب رو داشتن. بعضی از ماها به خاطر بچهای درس خونی هستیم فکر میکنیم که باید همه چیز سلامت خودمون رو قربانی این بکنیم که مطالعات بیشتری داشته باشیم. شما حتما به حدود 8 ساعت خواب احتیاج دارید. امکان داره 1 ساعتش تو بین روز باشه، 7 ساعتش در شب باشه. انقدر این مهم هست. شما وقتی تست میزنید و فکر میکنید که تو تست دادن خودتون گاهی اوقات احساس میکنید اون شادابی لازم رو ندارید، یکی از علتهای مهمش یا تمرکز لازم رو ندارید، یکی از علتهای مهمش اینه که خواب کامل و خواب کافی نداشتید. حتما خواهش میکنم خواب کامل و خواب کافی داشته باشید. یادتون باشه یه سری چیزا هستش که خواب شب شما رو مختل میکنه. همین شکلات و آب نباتی که میخوریم و فکر میکنیم چیزی نیست. من همیشه به بچه‌ها قبل از کنکور که اون راجع به غذا و اینها صحبت میکنیم به بچه‌ها میگم شماها روزی که مثلا امشب فردا کنکور دارین، از ساعت 9-10 صبح اصلا کافه و قهوه و نمیدونم چیزا رو نباید بخوریم. بله بدن من عادت به چای کرده، سعی میکنم از 7-8-10 روز قبل چای رو هی کم رنگ به کم رنگ ترش بکنم که شب خوابم مختل نشه. صبح که میخوام برین کنکور نبا، اتفاقا چایتون یه خوردن پررنگ بشه ایرادی نداره. هرچند که ما میگیم عادات غذاییتون رو به هم نزنید توی اون ایام، ولی شکلات، کافئین توی نوشابه، بچه ها کارخونه های نوشابه سازی برای اینکه ماها رو حریص به این بکنن و ما رو عادت بدن به اینکه ما نوشابه بخوریم، اونایی که تو خونهشون همیشه با غذا نوشابه میخورن حرف من رو تصدیق میکنن. اونا میان یه موادی اضافه میکنن من جمله کافئین، که وقتی که شما امروز نوشابه خوردی اصلا بدنت میطلبه، فکر میکنی غذا هضم نمیشه، حتما باید با غذا نوشابه باید بخوری. پس اینها میتونه و خواب شما رو مختل بکنه. الان قرصای کافئین هست، آمریکایی‌ها به سربازای خودشون تو عراق توی جاهای مختلف داروی این مثل کافئین داری رو بهشون میدن که اونها بخورن که هوشیارتر بشن، که بتونن فعالیت بیشتری بکنن. ولی شما اگه این رو بخورید شب خوابتون خواب بدی خواهد بود و صبح در سر جلسه کنکور میتونه برای شما مشکل ساز باشه. پس خواب خیلی مهمه که ما اولا بدونیم یک احیا کننده عالی هست. اگر نباشه لرزش دست میگیریم، هوشیاریمون کمتر میشه، اخلاقمون رو خیلی بدتر میکنه، خیلی آژیته و به هم ریخته هستیم، اوقات تلخی میکنیم. خودتون هم دیدین روزایی که خوابتون کافی نیستش، یا الان که مثلا برید خونه یکی از اعضای خانواده خواب خودش کافی نباشه، نگاه میکنین که بد اخلاقیاش خیلی بیشتره. بچهای کوچیکم دیدین میگن نخوابیده نحس شده. حالا ما تو بچه‌ها چون نمیتونن رفتار خودشون رو لابلای یه سری مسائل پوشش بدن، رفتارشون رو خیلی راحت میبینیم، ولی ماها معمولا اون نحسی خودمون رو پشت یه سری چیزا دیگه قایم میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم چرا سر صدا میکنی، چرا این کارو کردی، چرا جارو برقی روشن کردی، چرا فلان کردی، و معمولا بهانه ها بهانه گیر میشیم. یادمون باشه
هورمون رشد در طول خواب آزاد میشه و به خصوص شما که تو سن رشد هستین حتما باید خواب خوب داشته باشین که هورمون رشد. من راجع به سیستم ایمنی بدن من و ریکاوری سیستم بدنمون جلسه قبل صحبت کردم که مثلا ملاتونین در چه موقعی از شب میتونه بیاد تو بدن ترشح بشه به سلول ایمنی ما کمک بکنه که ما بدن سالمتری رو داشته باشیم، که اینا همه تو خواب هستش. آیا هممون خواب به اندازه کافی میخوایم؟ نه، یه نوزاد 16 تا 17 ساعت تو شبانه روز میخوابه، 5 سالگی 11 ساعت میخوابه، نوجوانی مثل شما 8 تا 9 ساعت، 70 سالگی کمتر از 6 ساعت. من خودم همیشه فکر میکردم مثلا اقوام خودمون که مسن بودن، میگفتم اینا چقدر فعالن، مثلا حدود 60 65 سالشون بود، نگاه میکردم مثلا تو کل شبانه روز 4 و نیم ساعت 5 ساعت میخوابن و بقیه رو بیدار و یا داره کتاب میخونه یا داره مثلا فعالیت میکنه. الان که خودم سنم داره بالاتر میره، نگاه میکنم واقعا من بدنم انگار به خواب بیشتری احتیاج نداره. پس هر چقدر سنمون بالاتر میره، انگار میزان این نیازمون به این خواب کمتر میشه. کم خوابی خطر ابتلا به بیماری ها رو افزایش میده، سیستم ایمنی رو ضعیف میکنه، بیماری های قلبی، زودرنجی، اشتباهات شناختی که تو کنکور تو تست زدن هستش، قضاوت نادرست، بیش‌فعالی. یه چیز خیلی مهمش، خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو تو شماها زیاد میکنه. کاهش دقت تو حرکت، لرزش، ابتلا به چاقی، کاهش دمای بدن، همه اینا جزء چیزاییه که توی کمخوابی اتفاق میفته. پس خواب همونقدر که درس خوندن رو مهم میدونید، همونقدر تغذیه‌تون رو، همونقدر خوابتون رو هم بهش اهمیت بدید و بذارید خواب با آرامشی رو سپری بکنید. اینا هم که همین اول تپش قلب و ضربان و نمیدونم اختلالات قلبی و نمیدونم خمیازه کشیدن و حتی زوال یا از دست دادن حافظه‌مون روش خیلی اثر میذاره، اینا جزء همون عوارض خواب هستش. تو ساعت معینی بخوابیم، ساعت معینی بیدار بشیم، حتی جمعه. مشاورین شما به شما میگن که مثلا فرض کن که وقتی شما تو اردیبهشت ماه وارد میشین، تو خرداد وارد شدین دیگه، کشتارتون هم که شدن میگن آقا همون ساعت مثلا 6 صبح که بیدار میشدی بیدار بشو، بذارید بعد شما 8 صبح با سر جلسه کنکور تست بزنیم. همیشه 5 و نیم بیدار می‌شدی، همیشه سر 5 و نیم. نگو این یه هفته مونده به کنکور بذار یه خواب بهتری داشته باشم. بذارید این ساعت بیولوژیک بدن شما تنظیم بشه. الان هم همینجوره، چون عادت کردین سر یه ساعت خاصی بیاین، مثلا ساعت 1 و نیم اگه می‌خوابین تو مدرسه، سر 1 و نیم چرتتون می‌گیره. شب سر یه ساعت معینی بخوابین، سر یک ساعت معینی بیدار بشین، به خصوص اون ایام. و اینجا هم به ما گفته که ما این ساعت‌های معین چقدر میتونه، این ساعت‌های بیولوژیک میتونه مهم باشه. عصرها بچه ها بیشتر از یک ساعت نخوابین. ما یه چرخه‌ای توی خواب داریم که من نمیرسم بگم، چون تو کتاب اونم نگفته، خودتون دوست داشتید مطالعه کنید. ما مراحل مختلفی توی خوابیدن خودمون داریم. مثلا یه مرحلهش مرحله رم هست که تخم چشممون داره اون حرکت سریعی داره پشت پلکای ما میکنه. بعضی اوقات وقتی یه نفر رو نگاه میکنید که مثلا خودشو زده به خواب، کجا بفهمی خوابه یا خودشو زده به خواب؟ باز اینا یه راههایی داره. گاهی اوقات یکی رو تو یکی این مراحل خواب اگه بیدار کنی اعصاب طرف خورد میشه. گاهی اوقات مثلا ما مادرمون یا یکی میاد میخواد صدا کنه، ما رو تکون میده، میگه بابا تکونم نده، مثلا منو آروم آروم صدا بکن، مثلا مجید 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 جان، بعد آروم آروم. پس من از یک مرحله از خواب اگه بخوام بیدار، توی بعضی از مراحل خواب میتونه صدمه بزنه، بیدار شدن من رو اذیت بکنه. آروم آروم باید این چرخه تبدیل به همدیگه بشه. اینا همه میطلبه که ما اگه داریم میخوابیم تو بعد از ظهر، حدود 50 دقیقه خواب برای ما کفایت میکنه. خواب بعد از ظهرتون گفتین خیلی خستم امروز یک ساعت و نیم بخوابم، بدونید اون یک ساعت و نیم خوابی نیستش که آرامش رو به شماها برگردونه، اتفاقا بیشتر میتونه شماها رو خسته تر بکنه. خواب زیاد، خوابی که اون چرخه توش رعایت نشه، میتونه به شماها صدمه بزنه. یه ساعت قبل از خواب نوشیدن مایعات ماره، چای و قند و نوشابه و شکلات و اینا رو پرهیز کنید. فیلم‌های مهیج و ترسناک نبینید. رخت خواب فقط برای خوابیدن، نه با موبایل کار کردن، نه کتاب خوندن. فاصله بین رخت خواب رفتن و خوابیدنتون نباید بیشتر از 15 تا 30 دقیقه باشه. اگه خوابتون نمبره رخت خواب خارج بشین، برین یه خورده قدم بزنید. اگه فکر مزاحمی هم سراغتون میاد، شروع کنید به یادداشت برداشتن. خیلی از اوقات وقتی ما این کارو میکنیم، بدنمون عادت میکنه که ماها وقتی تو بستر رفتیم خیلی راحت تر خوابمون ببره. توی دهان و دندان هم بچه‌ها، یکی از ارگانهایی که تو بدن ما هستش خیلی مهمه، بهداشت دهان و دندان. تو بهداشت دهان و دندان، خب ما با میدونیم که ما دهان خودمون، لبها، اون کاممون، این استخوان‌های فکمون، زبونمون، غدد بزاقی، همه اینها دارن تلاش میکنن، فعالیت میکنن که ما بتونیم حرف بزنیم، غذا بخوریم، غذا رو قورت بدیم، بتونیم صدا تولید بکنیم، گاهی اوقات بتونیم حتی تو راه تنفسی به راه تنفس ما کمک بکنه.
پس اهمیت دهان و دندان، گوارش غذا، صحبت کردن، حفظ زیبایی صورت. حالا یکی از چیزایی که توی دهان و دندان ما هستش و خیلی کمک میکنه دندانهای ما هستش، دندانهایی که بعضیا دندانهای نیش، بعضیا دندانهای آسیا. این دندانها حفاظت کردن میخواد. قبلا تا یه دندون یه اتفاقی براش میافتاد اون دندون رو میرفتن مثلا میکشیدن، الان میدونن یه دونه دندون اگه بخوای بری بکشی مثلا نزدیک 15 تا 20 میلیون باید هزینه کنی، یه دندون مصنوعی ایمپلنت توی دهان خودت بکاری، تازه با عوارض و مشکلاتی که میتونه داشته باشه. پس شما ها که دندان هاتون رو الان سالم دارید، سعی کنید این دندون ها رو با مسواک زدن، با نخ دندون کشیدن اینها رو نگهداری بکنید. چه چیزایی باعث پوسیدگی دندان ها میشه؟ 4 تا چیز بچه‌ها: میکروب ها، مواد قندی، این که اصلا ژنتیک ما و مقاومت شخصی ما و دندونامون چقدره، و یکی زمان و سرعت، چقدر این شیرینی‌ها تو دهان ما باقی مونده. بیا میکروب ها رو ببینیم. همونجوری که گفتم زیر بغل اون کشاله ایرانمون یه سری از میکروب ها هستن که فلور طبیعی بدن ما، اصلا تو بدن ما دارن زندگی میکنن، تو دهان ما دارن زندگی میکنن، ولی امکان داره تو دهان من، پس من قاشقمو به کسی دیگه نمیتونم بدم، آبی که خودم خوردمو به کسی دیگه نمیدم، چون میکروبای دهان من امکان داره برای نفر مقابل بیماریزا باشه. ولی نوع خاصی از میکروب ها که اسید تولید میکنن باعث پلاک میکروبی میشن. پس ما یه میکروب هایی رو داریم که اسید تولید میکنن و باعث پلاک میشن، پلاک هایی که روی دندان به صورت نقاط سیاه رنگ یا قهوه‌ای رنگ دیده میشه. خود مواد قندی هم میتونن باعث پوسیدگی بشن. چرا؟ بعضی از مواد قندی مثلا پشمک میخوریم، مثلا آب نبات میخوریم، یه شکلاتایی هستش مثلا وقتی میخوریم دیدیم جنسش خیلی خوب نیست، اینا چسبندگیش به دندونا خیلی زیاده، وقتی میخوریم بعد مثلا با کاردک بریم جمعشون بکنیم، دیدیم بعضی از آب نبات و شکلاتایی که میفروشن که کیفیت خوبی نداره مثلا بعد 2 ساعت باهاش خب ببینید چسبندگی ماده غذایی، تعداد دفعاتی که شما دارید این مواد قندی رو استفاده میکنید تو ایجاد پوسیدگی اثر داره. چرا؟ چون این مواد قندی الان نگاه میکنیم چجوری رو اسید باعث ترشح اسید میشن و چجوری باعث تخریب دندونهای ما میشن. این که بزاقمون بچه ها خیلی کمک میکنه، این هم یکی از نعمتهای الهیه، هیچ وقت قدرش رو نمیدونیم. دهانتون رو خوش بکنید هیچ مزه رو متوجه نمیشید، کافیه کلینکس روی زبانتون بذارید، زیر زبانتون بذارید، نمک بذارید، ترشی بذارید، هر چی بذارید دیگه مزه شو نمیفهمید. پس بزاق خیلی مهم هسته، بزاق کمک میکنه به اینکه ما زبونمون بتونه حرکت بکنه. اگر نبود اصلا زبونتون داغون میشد، خیلی خیلی انگار دارن سوهان میکشن به کامتون. پس وضعیت بزاق مهم هست برای اینکه دندونهای ما آسیب پذیریشون کمتر هم بشه. فرم دندونامون هم مهمه، بعضی از دندونها خیلی به هم چسبیده است و ما با سختی حتی نخ دندان رو میتونیم لای دندونمون بکنیم، بعضی از دندونها فاصله بیشتری دارن. جنس دندونامون میتونه تو افراد تو خانواده های مختلف متفاوت باشه، پس میزان مقاومت دندان نسبت به اسید تولید شده توسط میکروب ها هم میتونه مؤثر باشه تو این مقاومت دندان ما. هر چقدر اولا که میدونیم پوسیدگی روند تدریجیه، یه دفعه یه شبه ظاهر نمیشه، یه پلاکی ایجاد میشه آروم آروم، رنگ قهوه‌ای و سیاه، بعد آروم آروم این پوسیدگی به طرف لایه‌های زیری میره، دیگه حالا دندونمون نگاه میکنیم تا آب سرد میخوریم، بستنی میخوریم یا شیرینی میخوریم، میتونه دندونمون حساس بشه و درد بگیره. گاهی اوقات هم این عفونت تا ریشه دندون نفوذ میکنه و باعث آبسه میشه. حالا سعی کنید مواد قندی رو کمتر استفاده کنید. سیگار خیلی به دندون صدمه میزنه و دشمن دندون هستش. دهان دندوناتون رو مرتب حداقل 2 بار مسواک بزنید، گفته صبح‌ها قبل یا بعد از صبحانه. صبح‌ها بعد از صبحانه خیلی مهم‌تره. هر وقت نیمه شب از خواب بیدار میشین، هر وقت می‌خواید وضو بگیرید، حالا به غیر از استحبابش اینا رو من کاری ندارم، اینکه آب توی دهان خودتون بکنید، آب رو گردش بدید، بذارید کمک بکنه به اینکه خود مزه دهانتون اصلا عوض میشه. یه نکته‌ای هم راجع به آب من بگم، من اسم آب رو آوردیم. الان که ماه مبارک رمضان هستش بچه‌ها، از افطاری که شما خوردید اون چیزی که خیلی براتون لازم هستش مایعات بدنتونه. واقعا شما باید تا قبل از سحر حدود 9 تا 10 تا لیوان آب باید بخورید. ولی مزمزه آب رو حالا دوست دارید توش یه خورده شربت مثلا گلاب می‌ریزین، شربت بهار، یعنی با بهار نارنج، قند خیلی البته کمی توش می‌ریزین، ولی میتونید شما همیشه آبتون طعم‌دار باشه، ولی سعی کنید این مایعات رو به بدن خودتون برسونید، به خصوص برای بهداشت دهان و دندان خودتون میتونه خوب باشه. ما میتونیم تو دهان خودمون در روزداری هم آب رو بچرخونیم و آب رو خارج بکنیم، ولی خود همون هم یک طراوت تازگی میده، البته نسبت به مرجعمون باید دقت نظر داشته باشیم. حداقل بچه‌ها گفتیم پس هم یا قبل از صبحانه یا بعدش، شب حتما قبل از خواب مسواک می‌زنیم،
حداقل یک بار استفاده از نخ دندان طول شبانه روز خیلی خیلی لازمه، بخصوص اونایی که دندوناشون رو خیلی به هم نزدیکه. اونایی که اصلا نخ دندان استفاده نمی‌کنن همین امشب که برن خونه نخ دندان بکشن می‌بینن اون تو چه فاجعه و چه وانفسایی. خیلی لازم هستش نخ دندان کشیدن و جزء فرهنگ رعایت و مراقبت از بهداشت دهان ما باید قرار بگیره. بعد اینو بچا این جمله واسه سوال امتحانتون بوده، مخلص. البته واقعا حق با شماست، اگر یه چورتی هم بیاد من یه نواخ پشت سر هم دارم تونتون میگم و شما مظلوم گوش میکنید. بعد از این، چون تو سال امتحان بوده، بعد از خوردن غذا، بعد از خوردن، ببینید چقدر اصلا باور اون نمیشه، بعد از خوردن غذا و رسیدن مواد قندی به میکروب های پلاک، اون پلاک که رو دندونمون ظاهر شده بود، 2 تا 5 دقیقه طول میکشه تا اسید ایجاد شه. پس یه شیرینی خوردیم 2 تا 5 دقیقه بعد اسید تولید میشه. الان یه بیسکویت میخورم 30 ثانیه بعد 5 دقیقه بعد یه دونه دیگه میخورم، اسید، 2 مرتبه اسید، دوباره اسید. پس دارم مینای دندانم رو مرتب در معرض آسیب قرار میدم. حالا 2 تا 5 دقیقه طول کشید تا اسید ایجاد شد. در مدت 10 دقیقه میزان اسید به حد اکثر خودش میرسه. پس من الان بیسکویت رو خوردم، آب نبات رو خوردم، 10 دقیقه بعد دوباره یه دونه دیگه، سطح اسید اومد تا اینجا، از اینجا رسید به اینجا، یه دونه دیگه 2 مرتبه میبرمش سطح اسید رو بالا و بالاتر. بعد از 20 تا 60 دقیقه این میزان اسید در همون مقداری که بوده باقی میمونه و آروم آروم به حالت عادی خودش برمیگرده. پس به خاطر همینه وقتی ما یه چیز شیرین میخوریم لازم هستش که دهان خودمون رو بشوییم به موقع تا اون مواد اسیدی توی اون اسید کاهش پیدا بکنه و دهان ما و دندان‌های ما در معرض بمباران اون اسیدها نباشند. بفرمایید. این هم مراحل پوسیدگی رو برای ما کشیده، داره گستردگیشو دارید شما میبینید. اول یه پوسیدگی کوچیک، گستردگی، و بعد میبینید که داره میاد و توی ریشه دندان داره اون آبسر رو ایجاد میکنه که همتون یا تجربه کردید یا اینم که دیدید تو افرادی که این آبسرهای دندانی رو دارن. اینا رو من توضیح دادم چون بیشتر بدانیدم هست. مسواک زاویه 45 درجه زده بشه، دندون‌های خودمون رو افقی، پشت دندون‌های خودمون رو مسواک زدن سعی کنیم این مواد زائد بیاد بیرون، و نخ دندان استفاده کردن و اینها رو هم که بیشتر بدانید و خودتون بلد هستین و دیگه من مجبورم اینها رو سریع‌تر ازش بگذرم. باز نگاه می‌کنید پشت دندان، روی دندان، نخ دندان، اینها رو. بعضی از اوقات بچه‌ها، بعضی از ماها دهانمون یه بوی بدی میده، به خصوص صبح که از خواب بیدار میشیم شایع هستش. خب میگم الحمدلله ماسک اومده خیلی همه راحت شدیم دیگه، که دیگه اون بوی بد دهان است، به خصوص بوی صبحگاهی رو متوجه نمیشیم. من اگه مثلا محل کار میخوام برم سرمو بزنن دیرم بشه، صبحونامو میخورم از در خونه میرم بیرون. اهمیت صبحانه خیلی زیاده. اونایی که صبحانه نمیخورن یا دیدیم از سر کار میاد دو تا نون بربری زیر بغلشون رو دارن، مثلا جزء وسایل سر کارشون هستش که میرن سر کار، بعد نگاه میکنیم به اون سلام علیک هنوز صبحونه‌شو نخورده و خدا سلام علیک میکنه. و بعضی از افرادم هستن، بعضی از نژادها، مثلا شما اگر عراق تشریف ببرین، عرب‌ها وقتی میخوان با شما سلام کنن اولا میان جلوی جلو، فاصله حباب فضایی اونها به نحوی هستش که اگه شما جلوشین قشنگ جلو و های اونها رو قشنگ متوجه میشه. حالا ببینید اگه شما یا اون خدای نکره مسواک نزده باشیم چه مشکلاتی میتونه ایجاد بشه. میتونه بچه‌ها بوی بد نفس به خاطر همین، مثلا فرض کنید که به خاطر اون ناشتایی ما باشه، میتونه به غیر از اینکه اگه سیر بخورین، مواد مثلا سبزی خوردن بخورین، تره بخورین، اینا میتونه یه باعث بدبویی دهان ما بشه. ولی گاهی اوقات هم این بوی بد تنفس نباید با بوی آزاردهنده زودگذری که ناشی از خوردن غذا مثل سیر و یا سیگار اینا اشتباه بشه. تنفس بدبوی صبحگاهی به خاطر چیه؟ به خاطر کاهش جریان بزاق در اثر استرس یا روزداری هستش که باعث افزایش تخمیر تو حین شب میشه. پس به خاطر همین شب که بلند میشیم میگم آب تو دهانمون بچرخونید. اگر نماز شب میخونید توفیق دارید حتما آب تو دهان خودتون بچرخونید. اگرم نه، بالاخره بلند میشیم و یا هر جوری هستش سعی کنیم به جریان بزاقمون کمک بکنیم. گاهی اوقات خودمون شب احساس میکنیم، به خصوص موقعی که غذاهای گوشتی میخوریم، ماکارونی میخوریم، آب بدن ما داره همه صرف این میشه که دستگاه گوارش بتونه تو گوارش به گوارش شیمیایی غذا کمک کنه. زبونمون خشکه. اونایی که شب مثلا افطار 6 لیتر میخورن به خصوص یا میبینن که چقدر بدنشون آب بیشتری طلب میکنه، هی چای میخوان بخورن. پس این تنفس بد بوی صبحگاهی، کاهش جریان بزاق در اثر استرس و روزداری یا افزایش تخمیر حین شب،
تنفس بد بوی صبحگاهی پس از صرف صبحانه یا مسواک و یا نخ دندان برطرف میشه. حالا بعضیا هستن که دائما نمیخواد اصطلاحشو برات بشین، دائما تنفسشون بدبوه. اینا کسایی هستن که یا بیماری لثه دارن یا پوسیدگی دندان دارن یا نوعی بیماری ناشی از دیابت، کتواسیدوز دیابتی یا نارسایی کلیه دارن که دهانشون بوی بد ماهی یا آمونیاک میده، یا نارسایی کبد دارن یا سینوزیت دارن. پس کسانی که دائما بوی بد دهان دارن، اونا نباید اینا پشت گوش بندازن، حتما باید به پزشک مراجعه کنن، اول به دندان پزشک و بعد اون بهش میگه که نه حتما باید بری ببینی شاید کبدت، شاید سینوزیت داری، شاید نارسایی کلیه داری، شاید کتواسیدوز دیابتی داری. که گفتم ما بعضی از افرادی که قش میکنن تو خیابون افتاده، یکی از کارهایی که به ماها یاد میدن میگن دهانشو بو کنید ببینید که مزه بوی کتواسیدوز دیابتی، یعنی انگار استون دیدین چه بویی میده دهان اونا، تو تنفسشون اون بو رو میده که اون بو بوی زیاد خوشایندی نیستش. آدم استون یه لحظه بو کنه خوبه، ولی اگه دائم بخواید اون بو رو بکنید میبینید که بوی مشمئز کننده ای هست. چنانچه فردی به صورت دائم در تنفسش بده، دچار بوی بد تنفس باشه، نشانگر نوعی بیماری یا پوسیدگی دندان هم میتونه باشه، یا بیماری لثه باشه یا پوسیدگی دندان باشه. که اینجا ببینید این بنده خدا چه حالتی رو پیدا کرده از تنفس. گاهی اوقات بچه ها عفونت لوزه ها تو بچه ها میبینیم که بچه دهنش خیلی بد بوه، معاینه دهان و دندان که پزشک میکنه، اینا به خاطر اینکه لوزه های بزرگ، تو کتابمون نیست، فقط خودتون بدونید که لوزه های بزرگ هم میتونه، لوزه های عفونی شده هم میتونه باعث بدبویی دهان و دندان ما بشه. رفع بوی بد دهانمون رو چیکار کنیم؟ بهداشت دهان و دندان، مسواک زدن، نخ دندون استفاده کردن، آب نوشیدن زیاد در طول روز و هنگام خواب، مکیدن آب نباتهای بدون قند، آب نباتهایی که اصلا مربوط به همین هستش از داروخانه تهیه میکنیم، یه قطره‌های خوراکی هم هستش که مثلا پونه سنبله‌ای، دهانشویه‌ها هستش، جعفری هست، پرتقال هست، میخک، گل میخک خیلی بچه‌ها چیده نه میخک، شما تو چایتون، چای ماسالا مثلا که استفاده میکنن، اصلا میخک یه چیز خیلی خیلی خوبیه، تو میتونید خودتون عادت بدید یه دونه فرش رو توی چیز بندازین، توی چای خودتون بندازین و میبینید همون مزه اون بوی دندان پزشکی رو میده. رازیانه، چوب دارچین که ما تو چایامون دم افطار برامون میریزن، دهانشویه ها هم که شما ها ازش استفاده میکنید، این همون میخک هست. اینم پونه سنبله ای، کارخونه زردبند، یه کارخونه معروف ایرانی هستش. نوشیدنی هایی که مثلا نوشیدنی های نعنایی، دارچین باز تو چای ما، هل توی چای ما، اینا چیزهایی که شما تو ماه مبارک رمضان حتما باید تو چایتون هل باشه. اگر حساسیت ندارین، دارچین خیلی به شما کمک میکنه، خیلی بدن شما رو تقویت میکنه. اصلا بعضی اصلا وقتی آب که میخوان بخورن، حتما بچه‌ها باز اون چیزی که برای بدن شما لازم هستش اینه که تو سحر خودتون که بلند میشین، تخم شربتی رو از مادرتون از 7 8 ساعت قبلش اون رو خیس کرده باشه، تخم شربتی. و یه چیز دیگه قاطیش میکنیم، هرکی گفت چیه؟ خاکشیر قاطیش میکنیم، یه خوره توش آب لیمون میریزیم، میتونیم شربت گلاب بهش اضافه بکنیم و یه معجونایی که خودتون درست میکنیم. گاهی اوقات مادرمون لیمون ترش رو ورق ورق میکنه، تو اون پارچه آب میذاره و اینا همه با هم دیگه عمل میاد و بعد از 4 5 ساعت که اینا با هم عمل بیاد خیلی کمک میکنه. اون تخم شربتی و اون خاکشیر چون متورم میشن، اولا به سیری ما کمک میکنن، دو چون آب زیادی رو به خودشون جذب کردن، آروم آروم این آبها رو از خودشون دفع میکنن و پس ما کمتر تشنمون میشه. حتما اینها رو استفاده بکنید. الان که دارم این صحبت رو میکنم یادتون باشه روزه فوق العاده برای سیستم ایمنی بدن ما، برای بدن ما میتونه مؤثر، برای اونا که بیماری ندارن، خدای نکرده کنکور باعث، چون توصیه های مختلف میکنن، باعث نشه ما روزه دار نباشیم. همون خدایی که بدن ما رو ساخته، رو ماشین ما وقتی میخوایم تو باک بنزین بزنیم، گفته آقا این باک بنزینت این بنزین رو باید بزنی، و اگر اومدی یه بنزین دیگه زدی میتونه برات مشکل ساز بشه. حالا اون سازنده ما تو میگی نه من حالیم نمیشه، من میخوام توش گازوئیل بزنم، میگه خب بزن گازوئیل بزنی، ولی مثلا دو قدم دیگه میری میخوابه ماشین. اون کسی که بدن ما رو ساخته، اون اومده گفته آقا این توصیه رو من به تو میکنم، تو باید برای بدنت این در سال لازم هست و باید بالاخره باید رعایت بکنیم و از خودش هم کمک بخوایم که بتونیم به بهترین نحو با روزداری خودمون وظایف خودمون رو انجام بدیم. توصیه های خود مراقبتی بهداشت فردی رو من همه رو براتون تو صحبت های خودم رو گفتم، پس دیگه مثل گوش پاک کردن، مثل بهداشت دهان و دندان دیگه راجبش صحبتی نمی کنم. من برم اینم یه لحظه اینم چقدر ما جلوتر هستیم. خب ما بخوام بریم سر مبحث بعدی خودمون.
ما درس بعدی اون راجع به بهداشت ازدواج خودمون هست، راجع به ازدواج کردن هست، فوق العاده براتون مهمه. من وقتی توی یه درسی داشتیم که جمعیت و تنظیم خانواده بود در دانشگاه، بعد اومدن این درس رو یه تغییراتی 4-5 ساله اومدن برداشتن و یه تغییراتی در کتاب دادن، من خودم احساس میکنم که بزرگترین مثلا ظلم شاید به دانشجوها بشه. من وقتی خودم سر کلاس میرفتم و داشتم درس میدادم، اول مثلا ترم که بود همه فکر میکردن که راجع به مسائل بهداشت ازدواج همه چی رو میدونن، چون مثلا بالاخره اهل همه چی بودن و فیلم دیده بوده و دوست داره و فلان، فکر میکردن که همه چیز رو میدونن. و وقتی که ما به میونه درس میرسیدیم هممون میفهمیدیم که آقا ما هیچی از این مطلب چیز صحیح و علمی نمیدونیم و یه سری حرفایی که به گوشمون خورده و اون حرفا خیلیاش پیاز داغ نان و داغای اضافه است، خیلیاش مطالب اشتباهه و میتونه به ماها صدمه بزنه. کتاب ما البته خیلی سطحی با این مسئله برخورد کرده. قبل از ازدواج خودتون حتما لازمه مطالعات لازم رو داشته باشید. خیلی بچه‌ها لازمه که جنس مخالف خودتون رو بشناسید، زن رو بشناسید و ببینید شما تفاوت‌های خیلی که یه کتابی هم هست مردان مریخی زنان ونوسی، اصلا میاد میگه ما دو تا مثلا کره مختلفیم، زبون همدیگه رو واقعا نمی‌فهمیم. شما تو خونه پدرتون مثلا یک کانال تلویزیونتون 50 تا کانال بگیره، پدرتون میگیرش یا خودتون 1-2-3 میرین تا 50 دوره میایین پایین، بعد نگاه میکنین مثلا مادره خانوما تو خونه مادر خانواده اعصابش خورد میشه، بابا روی یک کانال وایسا دیگه اعصابم خورد میشه، بریم ما مرد اینجوری هستیم همش میذین بریم فکر کنیم الان با این مثلا چیزه یه اتفاقی میفته. یا حسن تو خانواده میگه آقا من اصلا کنترل دست این مردم میفته، این ازش میرم چون همه ماها رو دیوونه میکنه، ولی ما مرد اینجوری نیستیم. خانوما روی یه چیزایی حساسیت دارن. ببینید مثلا شما الان من میام به شما یه چیز مداد بهتون بدم، همتون نگاه میکنید و وقتی که از در میرین بیرون همتون مداد رو جا گذاشتین رفتین خونه هاتون. ولی شما تو پس ما مردا چجوری هستیم؟ ما مردا به نگاه میکنیم مثلا این خوب، این 150 تومن مثلا 200 تومن این هدیه خوبیه، ولی خانوما با که محبتشون با مقدارهای خیلی کوچیک پر میشه و در تداوم داشتن. این که میگم خواهر کوچیک تو خونه دارین، یه دونه آب نواچویی واسش بخرین، یه دونه گل سر واسش بخرین، یه چیزایی که پول زیاد هم نمیخواد برای مادرتون، که من هی توصیه میکنم خیلی بچه‌ها اصلا باید بلد باشین یه شاخه گل خریدن، یه دونه تکی هم بخرید ببرید. خانوما احساسشون من با که احساس با که محبتشون با همین یه دونه های کوچیک. ولی بعضی از ماها ازدواج میکنیم میخوام بریم مثلا رفتیم یه بار طلا خریدیم، بعد میگم خب ببین تو دوران نامزدی داری میری هی خونه خانوم، خب چرا گلی چیزی نمیبریم؟ میگه هفته قبل که رفتم مثلا 2 هفته قبل که رفتم مثلا فرض کن 10 میلیون مثلا شیرینو گردم من خریدم، آره اون 10 تومن میشه یه دونه امتیاز، ولی اون مهمه که تو هر بار که داری میری به دیدار خانم خودت یه چیز خیلی کوچیکم، یه گلی، یه شاخه گلی، یه چیز گلای اگه اهل شکمه یه چیز شکم، اگه اهل مثلا بره خرید چیز خیلی کوچیکی یادم برای اینه که تو ازدواج لازم هستش که شما جنس یعنی مخالف خودمون رو بشناسیم و بدونیم که باید چه جوری برخورد بکنیم و فکر نکنیم با تصورات مردانه خودمون میخوایم بریم و وارد یک زندگی دیگه بشیم. توی دین ما ازدواج رو عامل تکامل انسان میدونن، باعث تداوم نسل بشر میشه و ازدواج مناسب راه اصلی نیکبختی هم هستش. واقعا انشالله خدا قسمتتون بکنه همسران شایسته. هر چقدر مؤمن باشین زن مؤمنه گیرتون میاد، آیه قرآنه. هر چقدر هم اهل مطمئن باشین اون کسی هم که گیرتون میافته خدای نکرده همینجوری. تو ماه مبارک رمضان جزء دعاهاتون ذریه طیب و طاهر داشتن، دعاهای خیر پدر و مادر بدرقه راهتون بودن، اینا خیلی میتونه کمک کننده باشه. چون ازدواج خودتون دیدین بچه‌ها، من وقتی که مثلا فارغ التحصیلای خودم برای مشاوره میان، واقعا وقتی میخوام حق بدم خیلی از اوقات شاید بگم 60% 65% مواقع نگاه میکنم حق با اون خانم بیچاره هستش. ما مردا خیلی خیلی بالاخره خودخواهی درمون بیشتره، منیت در ما خیلی بیشتره. باید یاد بگیریم که توی ازدواج اون به جای من بودن نیم من بودن، این خود بله گفتن هیچ چی نمیشه. شماها انقدر مثلا فکر نکنید که صداتون بلنده، زورتون زیاده، فکر نکنید. خیلیاتون تو چند سال بعد توی یه خود مستنتر که میشین دیدین پدراتون رو دیدین محتاج خانوما میشن تو خونه دیگه، خیلی کاراشون رو نمیتونن بکنن و چقدر اونها میتونه نقش کمک کننده داشته باشه. پس ازدواج مناسب واقعا یکی از راه‌های اصلی نیکبختی هستش. برای موفقیت تو ازدواج باید آمادگی‌های لازم رو داشته باشیم، هم بهداشت مسائل جسمی
و هم بهداشت مسائل روحی. اللحاظ روحی فکر نکنید اگه خلو چریم ازدواج کنیم خوب میشیم. این کارا رو خانواده ها میکنن. میگن پسرم افسرده است، زن بگیره خوب میشه. میره تو خونه همش داره اینجوری پایین پله خانومش گرفته نشسته. میره نگاه میکنه مثلا پرخاشگر میخواد. پس ما باید حتما قبلش درمان شده باشیم که وقتی تو ازدواج میکنیم خدای نکرده یک نفر دیگر رو از پا و یا یک خانواده رو زمین گیر نکنیم. رعایت اصول بهداشت ازدواج و باروری ضامن تأمین سلامت نسل‌های بعدی. خلو چل بازی در بیارین بچه‌هاتون هم همون اتفاق میفته. با دختر مردم هر کاری بکنید بعد که بچه دار شدید دختر شدید با بچه‌تون هم کارو میکنه. ماها که مرد هستیم باید بدونیم اون کسی که اون دختر داره دخترای خودشون رو تخم چشم بزرگ میکنن، پدرای خودتون، خواهراتون رو، مادرتون، خواهر خود شما رو، دخترش رو تخم چشم بزرگ میکنن. بعد اینا دست من و شما پشت موتور میشینیم تو خیابون تکرار هم میزنیم. بابا این چجوری میتونه مثلا بدون کلا دیدین تو خیابون کلا هم که میذارن سرشون مرده کلا میذاره سرش، میگه اون فوقش خونریزی مغزی میکنه دیگه، چیزی نمیشه که من مثلا باید سالم تر بم. میدونید رعایت بدون که اون یه امانتیه دست شما، بدون که باید با اون به چه نحوی باید باهاش رفتار و تعامل داشته باشیم. من فکر کنم چند دقیقه مونده، بله خیلی فاصله است، ولی برای اینکه شماها از دست من عصبانی نشین من سر 5 باید تموم کنم استاد. خب برم بچه‌ها تا زنگ بعد. دستتون درد نکنه، حوصله کردید.